روستای جمال‌آباد رستاق و خونه و زندگی حاجی رمضان. حاجی رمضان کجایی ماشاءالله؟ سلام حاجی آقا، حالت خوبه؟ به 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 به. رمضان می‌بدم. خوبی شما حاجی آقا؟ حاجی رمضان واکسن کرونا زدی شما؟ بله. خانم هم زده؟ بله. بیشتر عمرش با زحمت کشاورزی بوده. ده من علف پشت میکردم، از صحرا خیلی راه دور پیاده میومد خونه. با هم همیشه با هم شوخ و شنگ. این دل هنوز جوونه حاج رمضان. با صفا. زمان های اذان تو خونه خود بابا اذان میگن. الله اکبر الله اکبر. هیچ وقت حالا نماز شبشون ترک نشده. و اهل زندگی. پنج تا اولاد داریم ولی دامشو نمی‌بینیم. یکی به یکی خوب دارم. ماشاءالله. بفرمایید. من دامغونه به تو میو روی هم تا دیگه. بابا سی ساله که همسرش بیماره و نمیتونه کار کنه. اما این بند خدا هم زن خونه بوده هم مرد سر بوده. لباس هم بشیره، زرف بشیره، کارای خونه، کارای زنانی که همش برورده بوده. نگفتی مثلا دیگه افتاده شده، من هم دیگه شاید سالمندم نمیتونم بهش برسم، یه پرستاری بگیریم براش؟ ابدا، من تا دیگه خودم بتونم تا دیگه هر تو کاری براش کنم نمیخوام کمک کنم براش بینم. چراغ عشقی که بعد از 60 سال زندگی همچنان روشنه. بابا 7 سال پیش با حالا یک رنگه. حالا شما با هم هستم میکنم پنجتون. حاج خانم جانم چقدر دوست داری آقا رمضانو؟ خیلی دوستش دارم. آخه آقا رمضان که پیر شده دیگه. پیر باشه پیری و جوانی عزیزم عاشق درده کم نی، اگر دل بر مرا خواهد غم نی، اگر دل بر مرا خواهد به پیری به دور جایلی خونه امتی نی. صلفه من بکنم اگر حسه بکنم صلفه بکنم از خواب بلند میشم بگه چه ده جونم دولت بگردم چه ده چه رسال بمکنی. همین که زیر سایه همچین پدر مادری هستم برام بزرگترین افتخاره و همیشه از خدا خواستم سایه پر مهر هر دو تاشون رو سر من نگه داره. خوش به حالشون. من که لذت بردم از این زندگی پر از عشق و صفا و خوشبختی. کاظم دهقانی، خبرگزاری صدا و سیما، یزد.